مداوم یاد معشوق کن که باقی اوست در عالم بجز حق هر چی میدانی فنا اندر فنا گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام افغانستان، سلام به وطندارای عزیز ما در 34 ولایت هر کجای این سرزمین که زندگی میکنین. وطندارای عزیزم، جور و صحتمند سرحال باشین، لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشین. خداوند منان و بزرگ را شکرگزار هستیم که بار دیگه بر ما فرصت میده تا در برنامه شامی یک در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. سلام زیبا و قشنگ و همونطور جانانه نثار تمام همکارای عزیز و دوست داشتنی من که من خیلی اینا را دوست دارم، از سپر شروع تا قصیان ختم نمیشه چون کلگی همکارای ما را نام بگیریم. کنشکا سلام، شامت بخیر. امشب ما در جای فردوس استاده است، ما فردوس نیستیم. کنشکا سلام، تمام جان شامت بخیر. خوب هستی؟ خوب هست؟ میفهمم که فردوس جان نیست و هیچ چیز هم امشب نداریم. امشب ما را گوش نمیمونه فردوس و خودش نامده. انشالله که جور ساعت باشه. امی آشپزی هم چقدر مشکل بوده کنش کنی؟ دقیقا. خودت آشپزی یاد داری جان؟ والا بجز تخم چپس دیگه چیزی یاد ندارم. خیره، یاد میگیری که فردوس جان باشین. خب من هم یک سلام علیکی داشته باشم تمیم جان اگر اجازه باشه. سلام هموطنان عزیز، شامتان بخیر. آرزو دارم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشید، لباس عفت و عزت بر تن داشته باشید و تا این دم لحظاتتان به خوبی و خوشی سپری شده باشه. بازم شام یک هست و من کنشکا محمدی با جمعی از همکارانم این برنامه را تقدیم حضور شما میکنم. آرزو دارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و از داشته های برنامه ما شما همچنان مستفید شوید. و تمیم جان مهماندار هم هستین؟ میماندار هستیم. قبل از اینکه میمون ما رو بخوایم کنشکا، یک چیزی من میخوایم پرسان بکنم. گاهی وقت شده به خاطر حل مشکلت به کس کمک کرده باشی؟ بله. چه کمک مثلا؟ بعض وقتا میشه که مشکلات دیگران را در نظر بگیری و دست کسی را بگیری تا روز برسه که یک شخص همون سر پیدا شود دست شما را بگیره. بله. علما میگن که اگر کدام مشکل در زندگی ما میایه، کدام سختی در زندگی ما میایه، عجله کرده بریم مشکل یک کس دیگر حل کنیم. دقیقاً. و خداوند مشکل ما را حل میکنه. چقدر خوب است که ما مهربان باشیم، مشکل دیگران را حل بکنیم تا پروردگار مشکل ما را حل بکنه. خب مهمان ما کنشکا؟ و مهمان ما آقای جمشید جهانفر، کارگردان و هنرپیشه را با خود داریم و ازشان دعوت میکنیم که بیاین. جهانفر صاحب سلام. سلام. شما تان سلام علیکم. سرت خوش اومدین برنامه. خوب هستین؟ سلام آقای جمشید. خوب هستین؟ خوب هستین. بسیار زیاد خوش آمدین. شام شما بخیر باشه. در آغاز یک سلام علیکی با بیننده‌های ما. سلام به همه بیننده های عزیز و سلام احترام خاص به همه همکارای شما و به خود شما. شام شما هم بخیر. بخیر باشین. سلامت زنده باشین. ما امشب قصه های ما قصه های سینمایی هست. حالا می‌خوایم در رابطه با کارکرد و فعالیت شما صحبت بکنیم. اما قبل از او، در چنین شرایط کار کردن در سینما را آیا واقعا لذت بخش می‌بینین یا نه؟ راستش یکی از موضوعاتی که من نگران بودم پس از اینکه حکومت تغییر کرد، میگفتم شاید ما دیگه نتونیم ادامه بدیم موضوعات هنری را و سینمایی را، که اصلا برعکس قضیه شد. ما تانستیم که کار بکنیم، فعالیت بکنیم و کارهای هنری انجام بدیم، که عملا امی یک هفته که گذشت من مصروف تولید یک فیلم کوتاه هنری به نام تلخ شیرین هستم، که امروز خوشبختانه تدوینش، ادیتش، همه موضوعاتش تکمیل شد. یک پوستر خیلی خوب هم آماده کردیم، اینجا برای بعض همکارای شما هم شریک ساختیم دیگه، یعنی به زودی میبره دیگه در صفحات مجازی و رسانه. بله. چه فیلم باشه این تلخ شیرین؟ و در این فیلم شما نقش داشتین؟ هم نقش دارم و نویسنده و کارگردانش هستم. آها بسیار خوب. و نقش شما چی هست در این فیلم؟ نقش من رئیس شفاخانه معتادین شهر هستم، که همکار هستم با مردم نواحی، با پرسنل امنیتی و با بعض بزرگا و مصفیدا، که از طریق از اینا ما بعض جوانایی که به مواد مخدر آغشته هستن اونا رو جلب جذب میکنیم، میبریم زیر مراقبت و تحت تداوی. داستانی فیلمم چون نامش تلخ و شیرین است، همین موضوعی است که معتادین جمع‌آوری میکنن و میبریم بر تداوی. داستان فیلم خب گرچن مسئولین ای بر یک جشنواره تولید شده، اونا ما را بعض محدودیت ها دارن که باید جای چیز نگویم، ولی من میگم داستان فیلم قسمی است که یک جوان اقدام میکنه در گذر و منطقش که مبارزه بکنه با
مواد مخدر با جوانایی که برای ناپاک روان هستند، اینا را میخواد برای پاک، یعنی برای سلامتی بیاره، ولی پدر این بچه خبر نداره، پدرش از این پلان از این خبر نداره. این بچه همیشه میره داخل متادین میداره، اینا را ذهنیت میته، میفهمونه که این را خوب نیست، این می عملی که شما دارین خوب نیست، بجاش ورزش کنین، بجاش کتاب بخونین، مطالعه بکنین، این کارا را بکنین. ولی یک چند نفر شیطان هم در بین پیدا میشه که پدر از این میگه که بچه دیروزا همراه متادین میگرده، خبر داری یا نه؟ باز پدرش تعقیب میکنه، یک وقت میبینه که راستی هم بچهش در بین متادین دیده میشه. باز بعد از او از حوزه تماس میه شب بره پدر بچه که میگه سبا بینش بجه که کار ضروری است. وقتی که فردا پدر بچه عوضه میره، میبینه که یک محفل بسیار باشان و شوکت به خاطر تقدیر امی پدر و امی پسرش به خاطر کارهای خوبش. جان فرس، درست زمان را به یاد دارم که مای عمل بود، یادم نمیره، در برنامه گلبانگ آقای عارف نوری آمدن و در رابطه با جشنواره دید نو صحبت کردن. بله. که حالا فیلم شما هم یکی از فیلم هایی است که در این جشنواره یک سهم خود را داره. بیایم کم قصه بکنین این فیلم شما چه برجستگی خوبی داره که حالا نسبت به فیلم های دیگه بیاره فیلم شما را در رده اول. زنده باشین. تشکر. خوشبختانه جشنواره دید نو با امیدواری های زیاده فعال شد، سربرا شد، برنامه‌اش، کنفرانس‌هایش و کارگاه‌های آموزشی داشتند که ما اشتراک کردیم و مستفید شدیم از همه موضوعاتش. دوستان ایرانی ما تشریف آوردند، کلاس‌های آموزشی در بخش کارگردانی، نویسندگی، فیلمبرداری، گرافیک، همه چیزا بر ما داشتند و ما از این بابت خوشحال هستیم و ممنونشان. و فیلمی که از من انتخاب شد در بین تمام سناریوها و داستان‌ها، فقط برجستگی ای بود که یکی خواه یک پیام داره به خاطر مبارزه با مواد مخدر و یک پیام مهم دیگه‌ای که جوانا را سر احساسات میاره که خود جوانا باید اقدام بکنن، در کنار فامیل استاده شوند و از امی اعمال بد که موضوع مواد مخدر است فاصله بگیرن، برن به طرف پاکی، برن به طرف درس، تعلیم، مطالعه، به طرف ورزش و به طرف کارهایی که بتانه نام و نشان در جامعه داشته باشه و نام و نشانشان بلند ببره. بله، از این خاطر انتخاب شده. و این فیلم سان یک فیلم بلند است یا داستانی است یا فیلم کوتاه است؟ این فیلم کوتاه هنری است. بسیار خوب. و مداستانش ما گرچه در جشنواره دیدنه و دو بخش داریم، یکی فیلم های مستند و یکی هم فیلم های داستانی کوتاه که باز از ما سناریوی ما در بخش داستانی کوتاه انتخاب شده. بله جان فرز، قسمی که ما میدانیم دیگه، حالا جهان در حالت تغییر است، دنیا در حالت تغییر است. بله. و فناوری خیلی بیشتر شده. از امکانات که خوبتر باشه برای ثبت این فیلم چقدر بر شما امکانات داده شده که شما این فیلم ثبت بکنید؟ تشکر. راستش امکانات خو اگر در مجموع در تمام افغانستان شما ببینین، کارگردان ها و سینماگر ها از لحاظ امکانات تجهیزات خوب ندارن و ما نداریم. بله. من وقتی که میخواستم امی فیلم کوتاه را شوتینگایش شروع بکنم، من پیش خود تصور کردم که چطور مثلا همراه چی، همراه کدام لوازم، همراه کدام تجهیزاتی را شروع میکنیم و با این کدام امکانات اقتصادی، در حالی که وضعیت دهد نیست که ما کدام پول اضافی یا پسنداز یا یک پول بکپ که حمایت بکنه ما را به خاطر کارهای هنری نداریم. ولی بازم خیر میبینه، دوستای ما حاضر شدن از امو احترام و نزاکت و دوستی که در بین ما بود حاضر شدن که جان فدایی بکنن، مثلا یک کس کمره، یک کس مایک، یک کس ترایپاد و یک چند نفر دیگه در دوربر ما که همراه ما همکار بودن، دستیار بودن در بخش صدا، در بخش لایت، در بخش کمره که حتی فیلم برداری یک کسی به عهده گرفت و یک کس دیگه در طلب گفتن تدوین میکنیم. ما فقط در حد توانستیم که بر از یک نان چاشت بسیار غریبانه یا یک چای سوپ غریبانه ترتیب بدیم، ولی کار انجام دادیم، کار صورت گرفت، انجام شد که به خیر حال میره به جشن. و چه خوب است که به اتفاق هم به همکاری هم تونستین یک فیلم بالاخره تصویر برداری کنین و نشر هم میشه در میه آخر گفتیم. بله، بخیر، به زودی هم شامل جشنواره است و هم از طریق تلویزیون، یکی از تلویزیون ها و تلویزیون یک ممکن است نشر شد. بله جان فرز، شما اگر اقسم بگویم که
در قلب همی فیلم بودین دیگه. حالا شما خودتان میدانین که این فیلمتان چقدر خوبی‌های چقدر خوبی‌ها داره که این فیلم شما را بیاره در میان فیلم‌های دیگه که در رقابت است. فیلم شما چی فکر میکنین؟ آیا فیلم شما فیلم را که شما ساختین میتونه که در رده‌های اول قرار بگیره؟ و رقیب اصلی فیلم شما کیست؟ متاسفانه من پیشبینی خودم خیلی زیاد ضعیف است که فیلم ما در رده بیایه یا در کتگوری بهترین ها بیایه، به خاطر که چون من کارگردان و نویسنده فیلم بودم و اوضاعی که وضعیتی که در جریان کارهای شوتینگ داشتیم و امکاناتی که ما در جریان شوتینگ داشتیم بر فیلم برداری ازی هم امکانات ما معیاری استاندارد و درست نبود. بله. از این لحاظ من خودم میپذیرم که اگر فیلم ما یا فیلم تلخ و شیرین در کتگوری مقام ها مثلا اول دو سه نبیایه من گله نمیکنم. گله من نمیباشم؟ نه گله نمیکنم. شکست نفسی میکنم فکر میکنم؟ صد فیصد. من یعنی جدی نیستم، به خاطر مقام و کتگوری و مثلا درجه و ایگه پا کار نمیکنم، فقط بر مردم و بر انعکاس و اطلاع رسانی پیام کار میکنم. ای که ضعیف است یا قوی است، کوتاه است یا طویل است، یعنی میخوایم یک پیام برسه برای مردم. آها بسیار خوب. و فیلم های دیگری که شما داستانش نوشتین یا هم کارگردانی کردین در حدود چقدر فیلم بوده؟ ما تقریبا در بیشتر از 12-13 فیلم نقش بازی کردیم و این سومین فیلم است که یک فیلم دیگه ما ساختیم، کوتاه است. کوتاه گرچند نمیشه متوسط است چون نیم ساعت وقتش بود. این فیلمی که تازه ساختیم تلخ و شیرین نامش است، این 10 دقیقه است وقتش. او فیلم ما به نام مقصر کیست بود که او هم فقط جلب و جذب جوانا و تشویق جوانا برای تعلیم، تربیت، سواد، آموزش این موضوعات بود. یک فیلم دیگر هم همکار دست اول کارگردان بودیم به نام پند که او در سمت شمال در مزار شریف تولید شده و فیلم های دیگه که در داخل فیلم نقش بازی کردیم فیلم های خیلی پربیننده در همین سال آخر بوده. فیلم پدر ظالم، فیلم استعفا، فیلم دنیای فانی و فیلم فساد اداری و فیلمی که در سویدن در جشنواره کاندید بود به نام کاغذپران سال و یک فیلم دیگه از آلمانیا بود، دوستای آلمانی ما که مشترکن با افغانستان تهیه شد، در او هم نقش داریم، هم در پشت صحنه در تیم پرودکشنش بودیم به نام زوستشن ولتن یا لست سمر در انگلیسی میگن، بدری آخر تابستان، که او هم یک پروژه بسیار قوی بود که ما در سمت شمال انجام دادیم. حالا فعلا در جشنواره و در حال چلش است. بله، با امید موفقیت فیلم شما در این جشنواره. سینما یک دنیای خیلی دوست داشتنی است، هنر است که حالا طرفدار خیلی زیاد داره در کل دنیا. جان فرض شما هنرپیشه هم هستین، دیگه نقش هم بازی کردین، در کنار از این کارگردان هم هستین، نویسنده هم هستین، چقدر زیباست میشه یک اجرایی داشته باشین از صحنه یکی از فیلم‌هایتون؟ برام مشکل نیست. یک خانم نیاز داشتم، خب فکر میکنم که یک خانم است. اونم بالاش فکر کنین خانم است. درست است. از امی فیلم نوم یک صحنه که پدر در اوجه نقش داره، امرای خانم شب درد دل میکنه به خاطر امو بچه شان که کهی متادین میگردم، پدر همه کارش گپایش همه. بسیار خوب. نمیفهمم مادر عمر، در این شب و روزهای بچه ما نمیفهم کجا میگرده، امرای کیا میگرده. اینه بی بی، از جیبش من خودم عملا قوطی سیگرت پیدا کردم. این توقع را خود ما از بچه ما نداشتیم. ما با چی مشکلات، با چی شرایط این بچه را کلان ساختم، با این عد و اندازه بزرگ ساختم که این بتانه خود برسانه و نام ما را در جامعه و بین قوم بلند بسازه. اما امروز میبینی متاسفانه این معتاد شده، همراه معتادین میگرده. حیران ماندم چی کنم. این چند لحظه پیش از اوزه تماس آمده بود. خدایا خودت مهربان باشی، بچه ما را نجات بدی. این همی دیالوگش بود. سلام. پیام خیلی زیبا داره، پیام خیلی زیبا داره. در جامعه امروزی ما چنین فیلم هایی میتونه که همونطور که سینما میتونه یک جامعه را کلا تغییر بده، دیگه تو فیلم ها میتونه یک انگیزه بسیار خوب باشه، بخصوص برای جوان های ما. صد درصد. دقیقا. من طرفدار از این هستم که هر جای
هنرمند است، اگر نقاش است، اگر خطاط است، اگر آوازخوان است، اگر فیلمساز است، کارگردان است، اینا نباید سکوت بکنند. در هیچ شرایطی، حتی اگر ممانعت باشه، حتی اگر محدودیت ها باشه، به یک نوع مطابق همو شرایط و وضعیت کار بکنند، پیام خود برسانند، رسالت انسانی و هنرمندی خود انجام بدن که ما همی کار را میاله میکنیم. بله، و در هر کار در جا زدن کاملا ممنوع است، استاد شدن ممنوع است. باید ما در زندگی ما باید ادامه بدیم، مبارزه بکنیم و از خود فعالیت نشان بدیم. بخیر باشین جانفر صاحب، سلامت از اینکه اومدین به برنامه. ان شاءالله که شما موفق باشین، فیلمتون موفق شه. اگه پیام گفتنی دارین کامره خدمتتون. بخیر باشین جهان، سپاس که شما لطف و مهربانی کردین، مرا وقت دادین در این برنامه زیبا و عالیتان. فقط پیام کوتاه به همه هموطنای ما دارم اویی است که لطفاً همتان دوستی، محبت، رفاقت، صمیمیت، برادری و خواهریتان مستحکمتر بسازین، قویتر بسازین، بیشتر بسازین و از درد دوست و رفیق و همسایه و خیش و قومتان همیشه آگاه باشین و احوالگیر باشین. مخصوصاً هنرمندان سینما را همیشه کارایشان، فعالیتایشان دنبال بکنین، از حال و احوالشان جویا باشین. بله. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. و عزیزای دل، وقفه داریم، میریم سراغ یک میان برنامه خیلی کوتاه، اما در ادامه دکتر صاحب وایس رحیمی را با خود داریم در رابطه با فشار بلند و خون صحبت میکنن. خوش آمدین عزیزای دل، ادامه شام یک است و ما همچنان مهماندار هستیم. مهمان عزیزی در کنار ما هست، آقای وایس، دکتر صاحب وایس رحیمی، در رابطه با فشار بلند و خون صحبت میکنن. سلام، شامتان بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز، امید کنم شما خوب و جور و صحت سر حال باشین و شما همچنان بخیر. دکتر صاحب شامتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. یک بار دیگه بسیار خوشحال هستم که شما را از نزدیک میبینم. دکتر صاحب، چی دروغ بگیم در رابطه به فشار بلند خون؟ هیچ نمیفهمم دکتر صاحب، میخوایم از زبان شما کم بشنوم. بسیار خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما یک تعریف از فشار بلند خون داشته باشیم، فشار بلند خون یکی از پرابلم های بزرگ جهانی است، یکی از پرابلم ها، یکی از امراض هستند که امروز در دنیا شایع زیاد داره. بله، واقعاتش، تلفاتش و حتی از جمله ریسک فاکتورها یا خطرهای رم داره که سبب معیوبیت ها میشه، چرا که اگر پیشتر بریم سرش بحث بکنیم که علت معیوبیت ها هم در دنیا از بیز فشار بلند هست. اگر یک تعریف بکنیم که فشار بلند خون چی است، میگیم هر زمانی که اندازه فشار بلند خون یا اندازه فشار خون به حد برسه که حذای حیاتی یا حذای تارگت ارگان برش میگن. تارگت ارگان های ما و شما عضوها یا اعضایی از بدن ماست که همیشه در تنظیم، در کنترل و یعنی یک در تقابل مستقیم با فشار بلند قرار داره. بلی. یعنی هر زمانی که سطح فشار خون به اندازه بلند شوه که در کوتاه مدت یا دراز مدت تارگت ارگان یا اون اعضای مخصوص بدن ما و شما را مورد عمله قرار بده، یا اینا را ضعیف بسازه یا مکمل از کار بندازه، این حالت را میگیم فرط فشار خون. کو اعضای حیاتی بدن ما و شما اگر نام بگیریم، حوالین عضوایی که در بدن است گرده هاست. دو دانه گرده ای که ما داریم، بله، همه روزه تنظیم مایات، اطراح مایات و کشیدن مواد بیکاری متابولیکی از بدن ما به عهدهشان است و این خود گرده ها در کنترل و نگهداری خود فشار خون ما خیلی نقش داره. هر زمانی که فشار خون ما به حد بلند شوه که بتونه در کوتاه مدت یا دراز مدت گرده های ما را از کار بندازه یا وظیفه‌ش کمتر بسازه، ضعیفش بسازه. بله. از او گذشته تر اعضای دیگه ای که فشار کدش ارتباط داره، خود قلب ما و شماست. به هر زمانی که فشار به اندازه بلند باشه که وظیفه نرمال خود قلبی را زیر سوال ببره یا پایین بره یا مشکل یا مکمل عدم کفایه به تاس کار بندازه، این هم فشار بلند ثابت میکنه. از او گذشته تر فشار بلند به اندازه فشار به اندازه بلند باشه که اعضای دیگه یا عضو دیگه بدن ما و شما مثل سیستم عصبی است، هر زمانی که فشار به اندازه بلند شوه که سیستم عصبی را به تشوش مروز بسازد، باز هم زمینه را به فشار بلند تعریف میکنند. از او گذشته مثل شریان ها و شبکه چشم ما و شماست. یعنی در کل اگر جمع بندیش بکنیم، فشار بلند خون به او فشار گفته میشه یا به او اندازه فشار گفته میشه که در کوتاه مدت یا دراز مدت بتونه یکی از این اعضای حیاتی ما و شما را یا ضعیف بسازه یا از کار بندازه، به این میگیم فشار بلند خون. پس خیلی خطرناک هم هست. بسیار
یکی از خطرهای مهم همی است که گفتم پرابلم جهانی است که اگر فرض مثال ما گفتم علت معیوبیت ها را سبب میشه، اگر بیز فشار بلند کنترل نشه در کوتاه مدت فرض مثال سبب یک سیوی یا سکته مغزی میشه. همی فشار که بلند شود زمینه را به سکته مغزی مساعد میکنه و سبب فلج یک طرفه، فلج دو طرفه، آفت و گوناگون را به ما شما ایجاد میکنه. و دکتر صاحب چی چیزها سبب میشه یا باعث میشه که ما فشار بلند خون پیدا کنیم؟ سوال خوب است. اسباب یا عواملی که باعث فشار بلند خون میشه از باب زیاد را گفتن، اما محققین بخش طبابت دو بخش پیشنهاد میدن. ما فشار بلند خون را به دو بخش طبقه بندی میکنن، یکی فرط فشار خون اولی برش میگن یا پرایمری هایپرتنشن است و دومش از فرط فشار ثانوی یا دومی یا سکندری هایپرتنشن است. در فرط فشار خون اولی که 90-95% علتهای بلند بودن فشار خون نشان میده، علت معلوم نیست. یعنی تا امروز محققین طب پیدا نکردن که فشار امی شخص چرا بلند است، اما یک سلسله فاکتورهای خطر در این دخیل دانستند. مخصوصا از جمله فاکتورهای خطر، یک فاکتورش همین خود عکس العمل های عوامل محیطی است. در عوامل محیطی ما شما فرض مثال گرفتن نمک بیش از حد، گرفتن چربی یا شحمیات بیش از حد، موجودیت استراب و تشویش، و این جزء عواملی است که در فرط فشار ابتدایی دخیل دانسته. از او گذشته تر یک سلسله فاکتورهای دیگر هم در این دخیل کردند که از او جمله فاکتورهای کی سن است، دوم جنس است، سوم وزن است و چهارم عکس العمل های ژنتیکی است. اگر توضیح بکنیم در سن، خود سن یک ریسک فاکتور یا یک عامل خطر به فشار بلند نو اول است، به دلیل از اینکه به هر اندازه ای که سن بلند بره خطر پیدایش فشار خون در نزد ما زیاد است. فرض مثال وای برعکسش هم هست، متوجه باشیم که سن هرقدر بلند میره فشار خون طبیعی است که بلندتر کدش میره، اما عوامل خطرش یا موف کردن اعضای ما کمتر. فرض مثال اگر یک جوان به فشار بلند خون مصاب میشه، با تدریج با یک شخصی که سن پیشرفته داره خطر از بین رفتن یا عوامل تارگت ارگان دمیج در نزد جوان زیادتر است. یعنی اگر یک جوان مصاب به فشار بلند خون میشه، باید هر چه سریعتر تداوی خود اقدام بکنه، چون که در کوتاه مدت زمینه را به عدم کفایت اعضایش مساعد میسازد. از سن گذشته تر دومین فاکتوری که از جنس است، جنس از اینکه ببینیم مردها نسبت به زنها به مراتب در خطر فشار بلند خون قرار دارند، اما خانم هایی که در سن بارداری قرار دارند، یعنی دوره بارگیری شان است که از سن 14 سالگی تا 45 سالگی دوره فعال جنسی خانم است، در این سن خطر فشار بلند نزدشان کم است. اما هر زمانی که خانم ها وارد به یک صفحه به نام مینوپاز میشن، مینوپاز صفحه است که قطع عادات ماهوار رخ میده، کوما این قطع عادات ماهوار بین سنین 45 تا 55 سالگی واقع میشه. هر زمانی که قطع عادات ماهوار صورت میگیره، اینجاست که خطر افزایش فشار خون در نزد خانم ها چی میشه؟ بلند میره، که هم تاثیرات هم هورمون های جنسی است. از سن گذشته تر دومین عاملی که سومین عاملی که سبب میشه در فشار بلند خون، خود موجودیت وزن است. وزن به هر اندازه‌ای که بلند باشه، مثل که یک انسان چاق می باشد، چاقی هم خودش یک پرابلم، یک مشکل جهانی است. به هر اندازه‌ای که وزن ما زیاد باشه، خطر موجودیت فشار خون در پیش ما زیاد است. و برعکسش هم وجود دارد. تحقیقات آخر اروپا نشان میده که یک طفلی که در زمان ولادت تولد میشه، اگر وزن کم داشته باشه، یعنی لاغر باشه، مادر در جریان که طفل در بطنش می باشه، حفظ صحه و او امو استانداردهای معیارات حمل مراعات نکنه و یک طفل کم وزن یا سوء تغذیه را به دنیا بیاره، امی طفل سوی تغذیه در آینده امکانش میره که در نزد زی فشار بلند خون پیدا شود. یه از جمله ریسک فاکتورهاست. از این فاکتورها گذشته مثل استعمال خود دخانیات، اشخاصی که معتاد به الکل هستن، اشخاصی که معتاد به سیگارت و بعض مواد مخدر حشیش و بعض چیزهای دیگه‌ای که استعمال میکنن، یکی از فاکتورهای محیطی است که زمینه رو به فشار بلند خون مساعد میکنه. از این گذشته تر اشخاصی که پرخور هستن و اشخاصی که رژیمای غذایی مناسب استعمال نمیکنن، یعنی به اصطلاح عامیانه‌تر بگویم شکمبوتر هستن، زیادتر غذاهایی که پر انرژی و پر چرب است، یعنی را استفاده بیش از حد میکنه، با سبب افزایش لیپیدها یا چربیای خون میشه. این هم جزء فاکتورهایی است که زمینه رو به فشار بلند مساعد میکنه. از او گذشته تر مرض دیگه که داریم مثل دیابت یا مرض شکر، خود مرض شکر هم از جمله ریسک فاکتورهایی است که زمینه رو به فشار بلند مساعد میکنه. این تمام گفتار رو کردیم، این در رابطه با نو اول فشار بود که 90-95% علت معلوم نبود. دکتر صاحب سوالم از ذهنم نره، حالا چطور بفهمیم که ما با فشار بلند خون مواجه شدیم؟ یعنی چه عکس العمل در وجود ما نشون میده؟ عرض و علائمش خوب است. نشانه هایی که ما از یک فشار بلند میتونیم پیدا کنیم، ام یک نقطه دیگر هم به بیننده بگویم که نو دوم فشار که ما در لکچر پیشتر ما در نو دوم فشار که داریم یا سکندری هایپرتنشن یا فرط فشار دومی است. این فرط فشار دومی 5% علت ها را در دنیا تشکیل میده و علت این فشار یک خوبی همی داره که علتش معلوم است.
علتش همو پیشتر اعضای بدن که نام گرفتم، هر مشکلی که در گرده باشه، در قلب باشه، در سیستم عصبی باشه، در هر جایی که پیدا شوه، این زمینه رو به فشار بلند مساعد میکنه که ما همو عضو موفر اگه تداوی کنیم فشار خود به خود برطرف میشه. در رابطه با نشانه ها و اعراض علائمی که یک مریضی که بتونیم تشخیص داده بتونیم که نشانه های فشار بلند از چی است، بدبختانه فشار بلند خون عرض قانع کننده یا عرض روشن نداره که ما تشخیصش بکنیم. یعنی اصلا روشن نیست دکتر سید؟ یک جزء فاکتورهایی که هم دالت پیشرفته ما مشخصش میکنم، یعنی عرض خاصی نداره که نشان دهنده از این باشه مثل سایر امراض دیگه که ما بتا نمیره تشخیص بکنیم. تصادفا بعض وقتا اشخاص به شفاخانه ها مراجعه میکنه، به نزد دکتر مراجعه میکنه از بیز یک مریضی دیگه. فرض مثال یک شخصی است که مشکل قلبی سرش اومده، یک شخصی است که مشکل سکته های مغزی یا مشکلات پیش اومده، زمانی که دکتر شروع به تشخیص میکنه دریافت میکنه که فشار از این شخص بلند است، در اون صورت است که تشخیص قطعی گذاشته میشه که از بیز فشار بلند شاید به مساویه به می حالت رسیده باشه. از این لحاظ است که محققین بخش طبابت فشار بلند خون به نام قاتل خاموش میگن. قاتل خاموش به این مفهوم که ما از وجود خود خبر نداریم، فشار همه روزه در حال افزایش است، موقع ما خبر میشیم که یک قسمت از بدن ما شما مشکل پیدا میکنه. از و گذشته یک سلسله اعراض کوچکی را هم باز داره که نقل میکنن کتابای اروپایی مخصوصا. دو اعراض یکی پیدایش سردردی است، مخصوصا اشخاصی که در لوحه فشار بلند میباشن صبح وقتی که از خواب میخیزن یک سردردی اطراف حلقه سرشون پیدا میشه. موقعی که از خواب بیدار شد چند دقیقه یک سپری میشه این سردردی پس گم میشه. از او گذشته تر اعراض دیگه که نزد مریضا پیدا میشه تکان قلبی است، اتو احساس میکنه که دلش لرزه می قلبش تکان میشه، افزایش پیدا میکنه. از او گذشته تر سیومین عرضه که در نزد مریضای فشار بلند دیده میشه، این مریضا کسال، بیحال، گنگس و وضعیت خود داره. و از او گذشته تر دو عرض خیلی مهم دیگه هم هست که خود مریضا متوجهش میشه، آمدن خون از بینی است. متوجه باشیم که خون بینی در دو حالت پیدا میشه، یکی یا مشکل در خود جوف بینی است که مربوط به هم قسمت موضوعی است، اما در عواملی که خون بینی پیدا میشه اگر مشکل سیستمیک باشه مخصوصا افزایش فشار بلند. و یک نکته در یاد بیننده ما باشه، اگر در فامیل اعضای فامیل ما شما در سابق مشکل فشار بلند خون داره، آنن از بینیش خون میاد، به هیچ عنوان کوشش به توقف خون بینی از این شخص نکنن، اجازه بدن که یک مقدار خون از بینی از دفع شود، چون کمو فشار به اندازه بلند شد شریان ها یا شبکه های و شریانی که در بینی قرار داره چانس دادهش خداوند برای چانس داده کمی رکا پاره شود، یک مقدار خون از بینی خارج شود. اگر چانس نمی داشت امیر پاره شدن رکا در مغز سر صورت میگرفت که با زمینه رو به سکته مغزی مساعد میکرد که خطر مرگ خیلی داره. و از او گذشته تر عرض دیگه که در نزد مریضای فشار بلند دیده میشه آمدن خون در ادرارشان است، چون که فشار هر قدری که بلند میره گرده مکلف است که جیفار خود فلتر خود بلند ببره تا حجم مایعات از خون بکشه تا حجم فشار کم شود. کار بیش از حد سر گرده صورت میگیره، گرده را ضعیف میسازه و امیجاست که یک مقدار خون هم در ادرار پاس میشه که حالت به نام هماتوریا میگن، که باید به این نقطه متوجه باشن که این از جمله عوامل یا عرض و علائمی است که در مریضای فشار بلند دیدن. و دکتر صاحب یاد کردیم که آمدن خون از دماغ است و در اطرارشان خون میباشه، اول باید تشخیص شوه که آمدن خون از اثر فشار بلند خون است یا هم علتهای دیگه میتونه داشته باشه. ما پیشتر نقطه را گفتم، یعنی امی آمدن خون از بینی دو علت داره. یک علتی است شاید که انتانات، التهابات، ترزیزات یا کدام مشکلی که در جوف بینی ایجاد شوه. فرض مثال اکثر اشخاصی هستن زیاد خوش دانش او زیر پکه استراحت میکنن، موجودیت شمال پکه سبب خوش شدن مخاط خود جوف بینی میشه. این خوش شدن اگر صبح با یک دکه حرکت عدس بتیم از بینی ما خون میه، این آفت موضوعی است نه موجود جوف بینی است. اما در عوامل میتابولیکی فرض مثال فشار بلند، چربی ها، اینی فشار که افزایش پیدا میکنه است، فشار از شدت فشار رگا پاره میشه. خب این در علایم فشار بلند خون میباشه، اما بعضی مریضا به خاطر که نمیفهمن وقتی خون از دماغشان میاد نمیفهمن کی از اثر چی است که خون از دماغشان اومده. اما میخوام در رابطه با این بفهمم خانمای حامله که فشار بلند خون پیدا میکنن علت اصلی چی است که خانمای سوال بسیار خوب همی است که ما 93 فشار هم که در رابطه با فشار 91 و 92 گفتیم، یک نو فشار دیگه هم هست که به نام فرط فشار زمان حاملگی میگن. فرط فشار زمان حاملگی میگن بلند بودن فشار خون در موقع حمل است، یعنی هر زمان مخصوصا اینی فرط فشار حاملگی در نزد خانم هایی که برای اولین بار مادر میشن پیدا میشه. و این پیدایش فرط فشار در نزد از خانم ها موجودیت حمل است، یعنی زمانی که حمل وارد صفحه 20 خود شوه، در اینجاست که فشار بلند خانم ها نظر به مو تغییرات و نظر به مو نشونمو و تغییرات و هورمونی که در بدن یک خانم رخ میده تا مو جنینی که در بطنش است رشد میکنه، این حالت ها میتونه زمینه سازی به فشار بلند خون کنه که بازی عرضش اگر پیشتر بریم کمک تیبی تر میشه که
ایکلمسیا و پرکلمسیا تاسیس میکنه و ایکلمسیا و پرکلمسیا زمینه را به فرط فشار خون و خوبی دایی است که خانم هایی که دایی صفحه قرار میگیرن باید همیشه تا ختم عملشان تحت نظر دکتر مالج دوای منظم خود بگیرن و این فشار خون خوشبختانه بعد از اینکه ولادت صورت بگیره بین 5 تا 6 هفته خود به خود رفع میشه. دکتر صاحب از فشار بلند خون یاد کردین واقعا من معلومات نداشتم، میگم که ترسیدم دکتر صاحب. حالا شما دوباره یکم ما را دلجمی بدین که راه تداوی این فشار خون بلند خون بسیار خوب گپ است. بسیار گپ نه که امی است که ما بریم در سر تداوی فشار بلند خون گپ بزنیم. ما عموما تداوی فشار بلند در دغه جا هم گفتیم به بیننده میگم تداوی فشار خون به دو طریق انجام میدیم. بله. یکی تداوی دوایی فشار خون است و دغه تداوی غیر دوایی است. تداوی دوایی انال اگر ما بریم به سر تداوی غیر دوایی بپیچیم خوب یک مسئله مهم امی است که بیننده عزیز ما خودشان بفهمند که ما غیر دوا دکتر خودشان بتونن چی استفاده کنن چی نکنن که فشار در کنترل باشه. تداوی دوایش خمو است که نزد دکتر صاحب میره و دواهایی است که دکتر صاحب تنظیم میکنه. در تداوی غیر دوایی اولین کاری که مریضای فشار بلند خون میکنن رژیم غذایی خود مناسب بسازن. گرفتن یک رژیم غذایی مناسب مخصوصا از خطر نمک باید فراموش شام نشه. نمک از نظر کیمیایی مطالعه کنیم از دو عنصر تشکیل شده، سدیم و کلوراید. هم سدیم و هم کلور هر دوی از در بلند بردن فشار خون ما و شما رول دارد. یعنی مریضی که مصاب فشار بلند است نظر به توصیه های پزشکی برای ما پیشنهاد میکنه که یک مریض فشار بلند در 24 ساعت از 5 گرم نمک زیاد نخوره. اگر نمک زیاد میخوره چون نمک سدیم داره و سدیم هر جایی که حرکت میکنه مقدار آب با خود میبره، حجم دموی را بلند میبره، زمینه را به فشار خون مساعد میکنه. از او گذشته تر رژیم غذایی، در رژیم غذایی دوم مسئله کس گرفتن غذاهای پر چرب و پر انرژی است. یعنی سبک زندگی ناسالم خودش زمینه سازی به فشار بلند میکنه، مخصوصا اشخاصی که در جامعه ما شما زندگی میکنه فقط تمایلشان فکرشان و تمام فوکسشان دایی است که زندگی و خوراک و انرژی ما شما مختص به چربی و گوشت و برنج و به چیزا خلاص شده. اینا اگر به بیش از حد گرفته میشه خود چربی ها خطر عملات قلبی. چرا ما مریض فشار میگیم چربی نخو؟ بر اندازه ای که چربی گرفته میشه از یک طرف فشار خون بلند است، از طرف دیگه جریان خون در رگهای ما خیلی سریع. اگر چربی های خون بلند باشه زمینه را به آنان یا به کوتاه مدت به بندش رگهای قلبی و رگهای مغزی مساعد میکنه، زمینه سکته قلب و سکته مغز مساعد میکنه. از رژیم غذایی فقط کارهایی بکنیم در رژیم غذایی از غذاهای استفاده شوه که اینمی متابولیسم ما نرمال باقی بمانه. ترکاری، میوه‌جات، سبزیجات اینو خیلی نقش اساسی در گرفتن رژیم غذایی به ما شما داره. یعنی باید از غذاهای پرچرب پر انرژی با حد توان باید خودداری بکنیم زیاد استفاده نشه. از گذشته تر از رژیم غذایی موجودیت یک فعالیت فیزیکی بسیار خوب است. متاسفانه ما این مرضا را که ببینیم در نزد اشخاص بخور و بخواب زیاد است. اشخاصی که تمایل داره غذای پر بدون گوشت و برنج نانم نمیخوره، نانم که خورد باز قرار استراحت میکنه. این دیگه به این مفهوم نیست. بخور و بخواب خودش زمینه تناب و فشار نه که زمینه شکر خون، زمینه چربی خون و امراض و گوناگون دیگه را در قبال داره. اشخاصی که اگر رژیم غذایی استفاده میکنه در پولیش یک فعالیت فیزیکی بسیار خوب هم داشته باشه، مخصوصا ورزش صبحگاهی ما شما که بین 15 تا 20 دقیقه یک ورزش که منظم و پیشنهاد می از اشخاصی که فشار بلند دارن نباید از ورزش های ثقیل استفاده کنه، وزن برداری بکنه، ورزش هایی که بسیار ثقیل است چون که خود از اون به یا مشکل ساز است. بهترین ورزش برای یا است که یک دوش صبحگاهی 15 20 دقیقه که سیستم متابولیکی بدنشون فعال شه بسیار یک کار مناسب است. اما در بخش تداوی دواییش متوجه باشیم که در بخش تداوی دوایی به مریضای فشار خون دوایی که توصیه میشه بعضیشون چی میگن فشارم امروز صحیح است دیگه دواییش نمیخورم. یادت باشه که فشار تو قاتل خاموشت است. دوایی که دکتر برات میده منظم با وقتش با زمان معینش رو استفاده کنی. فرض مثال اگر شب برات میگه شب بخو، اگر روز برات میگه روز استفاده کن. دلیلی که یک واده فشار خون دوایش استعمال نکنی زمینه به این میره که فشار تو بیش از حد بلند شه و با خدای نخواسته تو در خواب باشی و یک تارگت ارگان دمیج بده، یک سکته قلبی و مغزی برات رخ بده. دوایی تا به وقت استفاده. بله. و دکتر صاحب من هست آخرین سوال و پرسش می هست کسایی که فشار پایین خون می داشته باشن دفعه وقت فشارشون پایین میشه در خانه یک برای شربت جور میکنیم نرمال میشن، اما کسایی که فشار بلند خون داره بر اینا چه کاری عاجل باید است انجام بدیم تا اگر از ما کلینیک دورتر باشه تا پیش از یک دکتر ببریم شه؟ بهترین گپ همی است که وقتی که وضعیت فشار بلند میره شاید دلیل فشار در موج واضح باشه. یعنی کار کمک حاجلی را که ما به یک مریض فشار بلند خون کرده میتونیم حوالین کار ما ای باشه که استراب از این مریض برداریم. شاید وارخطا شود که مرا چی شد لرزش و اینی خودش زمینه سازی به افزایش فشار بلند میکنه. دومین کاری که میکنیم شاید این مریضا دوای حاجل فشار خود پیش خود داشته باشن و نو فشار که باشه همیشه و نو پرایمری مریضا تازنده هستن دوای خود میخورن. کوشش کنیم که دوای مخصوص به مریض توصیه بکنیم و از مریض تقاضا بکنیم که با یک وضعیت نیمه خوابیده، وضعیتی که در پشت سر مریض یا بالای سر مریض سرش
سرش بلند باشه و پاهای مریض به شکل منظم راست کشیده شوه که تا از افزایش فشار در داخل حجرات دماغی هم کاهش و فشارش پایین بیاد. و تلاش سوم مهم باشه که هر چه سریعتر مریض باید به شفاخانه چی بکنیم انتقال بدیم، چون که عوامل یا خطرهای فشار بلند زیاد است. بله جناب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر. آنقدر خوب و عالی تفسیر کردین و توضیح دادین دکتر صاحب که این دمی ذهن من ماند و هیچگاه در رابطه به فشار خون بلند دیگه از ذهن من نخواد رفتیم. لطف کردین. بخیر دنیا سپاس. سلامت شما. قربانتان که با ما وقت دادین. دنیا سپاس. خب چی داریم کنشکا؟ تمیم جان وقفه داریم. از دل میریم سراغ یک میان برنامه خیلی کوتاه. در ادامه با همکار خیلی خوب ما علی جان رحیمی باشین. عزیزای دل برگشتیم به ادامه برنامه. ویدیویی را که شما دیدین از حرکات‌های نمایشی فوتبال کاکا و همچنان گلایی را که به ثمر رسانده بود و خوشبختانه که در بخش اخیر برنامه علی جان رحیمی همکار دوست داشتنی ما در بخش ورزش است همراه ما و تازه‌ترین خبر را بر ما میده. سلام علی جان، شما بخیر. سلام تمیم جان، شما خودت بخیر و کنشکا جان شما تو هم بخیر. شما همه کسانی که فعلا در بیرون از استودیو هستن پشت صحنه کار میکنن بخیر باشه. سلامت. سوال اول می‌خوایم ما کنشکا شروع کنیم که نگفتی که ریالیست یا بارسایی بود؟ و دو هفته پیش طرفدار رئال مادرید بودم، هفته پیش طرفدار بارسلونا شدم. علی با مثل ماش نباش که یک دفعه ای طرف میه، یک دفعه ای طرف میه، یکی رو انتخاب کن. و این دفعه طرفدار اردوش میباشم، هم طرفدار رئال میباشم، هم طرفدار بارسا. با ما میفهم که خودت دروغ میگی. به نظر طرفدار کدام تیم باشم؟ باید و شاید طرفدار رئال باشی. باید و شاید طرفدار رئال باشه. باید و شاید طرفدار رئال باشه. ولی تمیم جان نمیشه. وگرنه سیم و ماشت کسر میشه. علی خب چی داریم در شوخی میکنم علی جان، شوخی میکنم. چی داریم در بخش ورزش؟ خب امروز قرار است در رابطه با یکی از بازیکنایی که خیلی محبوبیت داره. خیلی مردم یعنی فوتبال دوست رو دوست دارن. من زمرامش اشاره کردی ریکاردو کاکا. میخوام در مورد او صحبت کنیم که من یک بسته تصویری البته براش آماده کردم، ولی میخوام یک معلومات کلی بهتون دربارش. ریکاردو کاکا که نام اصلیش ریکاردو دو سانتوس لیته بازیکن برزیلی است که از در سال 2001 آمد در بازی ملی و در تیم ساوپالو بازی خود را آغاز کرد، رفت به تیم سی میلان، بعد از او به تیم رئال مادرید و یک مصدومیت دچار حالش شد و نتوانست دیگر با او حالت اولی که فوتبال میکرد فوتبال خود را ادامه بده. ولی در جریان این همه بازیایی هم که داشت واقعا مورد توجه کل فوتبال دوستان قرار گرفت و خیلی علاقه من داره. از او خاطر خواستیم یادی از این بازیکن تازه کنیم برای عزیزان و یک بسته تصویر خیلی زیبا از تاریخچه زندگیش جور کردیم و عزیزان میتونن برن بسته تصویری را ببینن و کاکا را بیشتر بشناسن که کی بود، از کجا شروع کرد و کجاها رسید و چی شد که این فوتبال را از دست داد. بله، زمانی که ریکاردو کاکا به اس میلان فوتبال میکرد خیلی فوتبالش خوب بود علی، اما طور بود بدون یا بر ریال آمد؟ نه، زمانی که در اس میلان بود موفق شد در بین رونالدو و مسی کسی باشه که توپ طلا را از آن خود کنه. در سال 2008 بود، البته 2007 بود، 2007 بود که توانست توپ طلا از بین رونالدو و مسی را بگیره و بعد از او به رئال مادرید پیوست. خوب است. خب ویدیویی که آماده است همون رو میبینیم؟ بله، بریم بسته تصویری خیلی زیبا است با هم ببینیم و ریکاردو کاکا را بیشتر بشناسیم. کاکا فوتبالیست توانا و جذاب و به نام برزیلی جزو آن دسته از معدود انسان‌های موفق است که در کنار موفقیت‌های ورزشی در زمینه تحصیلات هم موفق بوده. با ما همراه باشید تا در مورد زندگی نامه این فوتبالیست جذاب برزیلی بیشتر بدانیم. کاکا نامی است که برادر کوچکترش وی را به این اسم خطاب می‌کرد، چون نمی‌توانست نام اصلیش را به درستی تلفظ کند. البته همه او را به این نام می‌شناسند. ریکاردو ایزیکسن دو سانتوس لیته ملقب به کاکا در 22 اپریل سال 1982 در کامای برزیل به دنیا آمد. پدرش یک انجینیر است و بوسکو نام دارد. مادرش هم معلم یکی از مکاتب است و سایمونی نام دارد. برادر کوچکش نیز یک فوتبالیست بسیار خوب است که به نام رودریگو یاد می شود. کاکا به علت وضعیت مالی خوب خانوادهش هم در زمینه تحصیل موفق بود و هم در کنار آن توانست در زمینه ورزش مورد علاقش یعنی فوتبال موفق باشد. خانواده کاکا زمانی که او 7 سال داشت به ساوپالو نقل مکان کردند. کاکا از همان دوران دبستان استعدادهایش در زمینه فوتبال کشف شد.
کاکا از طرف مدرسه وارد یک باشگاه محلی به نام الفاول شد و از طریق همان باشگاه بود که به فاینال مسابقات محلی راه یافت. در همان موقع عضویت در آکادمی را به او پیشنهاد کردند و به این ترتیب در 8 سالگی عضو تیم باشگاه ساو پائولو شد. در 18 سالگی بر اثر حادثه‌ای دچار شکستگی ستون فقرات شد که ممکن بود منجر به فلج شدن دائمی شود. او در باشگاه ساو پائولو، باشگاه فوتبال اس میلان، لس آنجلس لیکرز و رئال مادرید بازی کرده است. او همچنین در تیم ملی برزیل نیز حضور داشته است. کاکا توانست در 15 سالگی با تیم باشگاهی ساو پائولو قرارداد رسمی ببندد. نخستین بازی خود را برای بزرگسالان در اول فوریه 2001 انجام داد. در طول 3 فصل که برای این تیم بازی کرد، توانست در 125 مسابقه رسمی بازی کند و 47 گل و ثمر برساند. در سال 2001 کاکا برای بازی در مسابقات جام جهانی جوانان و تیم ملی جوانان برزیل دعوت شد، اما با شکست در برابر گانا در دور نیمه نهایی از دور مسابقات حذف شد. در جنوری سال 2002 با دعوتش به تیم ملی بزرگسالان توانست نخستین تجربه ملیش را در یک بازی دوستانه مقابل بولیوی داشته باشد. کاکا در سال 2003 به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر 23 سال برای شرکت در جام طلایی کنکاکاف انتخاب شد. او در این بازی توانست 3 گل بزند که نتیجه آن قرار گرفتن تیم برزیل در جایگاه دوم بود. کاکا برای حضور در جام کنفدراسیون های سال 2005 در ترکیب تیم ملی برزیل قرار گرفت. او در هر 5 بازی شرکت کرد و در مرحله نهایی توانست 1 گل در مقابل آرژانتین و ثمر برساند. در اولین بازی برزیل در جام جهانی 2006 و در بازی مقابل کرواسی بود که موفق شد تک گل پیروزی را به ثمر برساند و به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شود. در سال 2009 در جام کنفدراسیون ها در رقابت های ملی برزیل حضور داشت و 2 گل به ثمر رساند. در جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی کارت سرخ دریافت کرد. اگرچه او در این بازی گلی و ثمر نرساند، اما به واسطه سه پاسی که منجر به گل شد، به عنوان بهترین پاس دهنده در این بازی شناخته شد. در سال 2013 برای بازی مقابل ایتالیا، روسیه و لندن به ژنو دعوت شد. در سال 2014 برای بازی مقابل تیم‌های ژاپن و آرژانتین و برزیل فراخوانده شد. در سال 2015 برای شرکت در جام ملت‌های آمریکای جنوبی جزو 7 بازیکن جانشین در ترکیب ابتدایی برزیل بود. در اواخر ماه مه 2016 برای بازی در کوپا آمریکای قرن به عنوان بازیکن جانشین و ترکیب تیم ملی برزیل دعوت شد. در همین ماه و در یک بازی مقابل پاناما که در دقیقه 80 وارد بازی شد، تیمش در این بازی پیروز شد، ولی کاکا به دلیل مصدومیت نتوانست به مسابقات بعدی راه پیدا کند. کاکا در سال 2003 با دریافت 8.5 میلیون یورو از طرف باشگاه اس میلان به عضویت این باشگاه درآمد. به واسطه استعداد فراوانی که داشت، توانست در مدت کمتر از 1 ماه عضو تیم اصلی شود و در پست هافک تهاجمی بازی کند. در همان فصل اول عضویتش در باشگاه موفق شد 10 گل به ثمر برساند و به لطف پاس گل‌های حرفه‌ای او باعث شد که تیم میلان در سری آ ثبت شود. کاکا از طریق همین تیم موفق شد به قهرمانی سوپر جام اروپا و نایب قهرمان جام بین قاره‌ای و سوپر جام فوتبال ایتالیا دست یابد. وی توانست در پایان فصل به جایزه بازیکن سری آ دست یابد و کاندید توپ طلای اروپا و رتبه 9 بازیکن سال فوتبال جهان شود. طی یک گزارش تلویزیونی ارائه شده برای کاکا، در ارتباط با پیشنهاد 65 میلیون یورویی فلورنتینو پرز، رئیس جدید رئال مادرید که در تاریخ 3 جنوری 2009 پخش شد، 2 روز بعد کاکا میلان را به مقصد مادرید ترک کرد. کاکا در شادی‌هایش بعد از گل زدن با انگشتان خود به معنای شکرگزاری از خداوند به آسمان اشاره می‌کرد. پس از پیروزی 4-1 مقابل تیم آرژانتین، کاکا و تعدادی از همتیمی‌هایش پیراهنی که روی آن جمله خدایا دوستت دارم به زبان‌های مختلف نوشته شده بود را پوشیدند. کاکا میگوید آرزویش این بود که به عنوان یک حرفه‌ای در ساو پائولو و در تیم ملی برزیل بازی کند، اما خداوند بیشتر از آن چیزی که او می‌خواست به او عطا کرده است.
کاکا همچنین در فعالیت‌های خیریه نقش دارد. او از ماه نوامبر سال 2004 به عنوان سفیر غذا در برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان محروم فعالیت می‌کند. او در این پست به عنوان جوان‌ترین عضو شناخته شده است. بله دوستان عزیز، بسته تصویر زیبا بود از زندگی نامه ریکاردو کاکا، بازیکنی که در تیم‌های اس میلان، رئال مادرید، لس آنجلس لیکرز توانسته بود بازی کنه و یکی از بازیکنان محبوب دنیای فوتبال بود که با هم دیدیم. و ریکاردو کاکا فعلا بازی نمی‌کند، فقط در بازی‌های دوستانه یا با جمعی از دوستان و همکارانش می‌تونه فوتبال کنه، ولی در دنیای حرفه‌ای فوتبال خود را به اتمام رسانیده و فعلا فوتبال انجام نمی‌ده. و تمیم جان، داشته این امشب برنامه شام یک هم در بخش ورزش همین بود. از ما امشب اینم قدر بود دیگه، نان نداریم امشب، به جز میوه خشک گزید مونده. و چی شد که آشپز امشب نیست در برنامه و نان هیچ حوالی نداریم، نمیفهمیم کجا هست که امشب ما کنشکام گشنه موندیم. خودت هم میشه که گشنه بونی و تو به می امید اومدی که امشب بازم یک لقمه نان بخوری، اما خوشبختانه من یک دو سه لقمه خورده بودم پیش از اومدن به برنامه. بله، از این خونه گفتی که ریالیست یا بارسا، خیلی اول طرف میمون. از این بازیکن های فوتبال کی زیاد دوست داری علی؟ در بین بازیکن های فوتبال بیشتر بازیکن هایی که در مرکز بازی میکنن را دوست دارم و بازیکن هایی که پای چپ باشن. یک نفر نام، یعنی با پای چپ بازی کنن. خب یک نفر مثلا آریان روبن هست، لیونل مسی هست و لوکا مودریچ هست. این بازیکنی است که با پای چپ بازی میکنه، به خاطر که من خودم با پای چپ بازی میکنم و دوست دارم الگوی من یک بازیکن پای چپ باشه. علی جان، در بین این سه نفر یک شخص خاص دقت من شاید دوست داشته باشی، کدام شخص؟ واقعا در بین بازیکنان کاکا رو من بیشتر دوست دارم، به خاطر همو خواستم در مورد کاکا معلومات بدم. یعنی پیش از اینکه رونالدو مسی ظهور کنن، کاکا هم تو سه بازیکنی که نام گرفتی از اون خواستم بپرسم. حتما مسی از اینا. خب بدون شک مسی یکی از بهتریناست، من طرفدار مسی هم هستم. یک وقت برام میگفتی من زیاد طرفدار الشراوی هستم. الشراوی رو میشناختی؟ بله. اس میلان که فوتبال میکرد، یک موی رقمی که داشت، استفان الشراوی، شماره 92 تیم اس میلان بود. در سال 2013 طرفدار هم بازیکن بودی یک وقت، و استفان الشراوی رو هم خیلی دوست دارم بازیشه. یک سبک فوق العاده دیدنی داره، تکنیک بسیار بالا داره و بازیش واقعا چنگ بدل میزنه. فعلا هم در تیم اس میلان، در تیم آیس روم ایتالیا بازی میکنه. بسیار خوب، بخیر باشه علی جان. سلامت زنده باشین شما هم. تشکر بسیار زیاد. سلامت و تمیم جان، رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. دقیقه و باید خداحافظی بکنیم. بله، میگن اق اول از خانم هاست، به خودت چرا کن. سلامت باشید تمیم جان. عزیزای دل، ای بود برنامه شام یک. آرزو دارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و همچنان تشکری میکنم از برند بانوی شرق به خاطر تهیه لباس ما. تا فردا شب خداوند یار و مددگارتان باد. بله، سپاس از تمام وطن‌دارای عزیزم، بخصوص از همکارای دوست داشتنی و خوب ما که ما دست هم دادیم. بالاخره این برنامه را تقدیم شما کردیم. فقط در پایان زیباست که از پروردگار بر یکدیگر دعا بکنیم که خداوند نور هدایت تا بر قلبای من زیاد بگردان داد، در تاریکی های زندگی راحت را گم نکنیم. تا فردا شب خدا نگهدار.